دیبا جان، اجازه اقامت مشروط که بدنه بشر دوستانه، همی که میگن هیومنیتریان پرول، بحثاش چی داده میشه و چرا برای افغانها در نظر گرفته شده؟ دفتر امیگریشن که هسته US Citizenship Immigration Services ای پروگرام در جریان بود، دفتر امریکایی که دیدن و دفتر امیگریشن و وزارت خارجه که دیدن در افغانستان شرایط فردی را دیدن، افغان ها زیر تهدید هستند، مخصوصا افغان ها که وظیفه دولتی داشتند، افغان ها که امرای امریکا کار کردن یا کمک کردن یا امریکایشون زیر تهدید هستند، دفتر امیگریشن تصمیم گرفت یک هیومانیتریان پرول آواز کنن برای افغان ها، یک ذره یو از که بسیار سختگیری کنن امرای افغان ها، یک همکاری کنن، کمک کنن برای از ویسا بتن. هیومانیتریان پرول کیس از در سابق کیس های افغان ها را دفتر امیگریشن قبول نمی کردن، بسیار سختگیری می کردن. پروگرام نوک شروع کردن هیومانیتریان پرول فر افغانز، دیروز ما که دیدیم کیس ها را قبول میکنن، بسیار زود هم قبول میکنن، کیس ها تا نمیخوره آخه زمان گیر نیستن، دو هفته بعد، سه هفته بعد و ما خط میره کیس قبول شده، باز دفتر امیگریشن دوسیه روان میکنن به وزارت خارجه امریکا. باز کیس به وزارت خارجه که رسید، افغان ها بهترین رویش از سفارت امریکا در کابل متاسفانه بسته شده، از بین رفته. افغان ها که هستن کیس هاشون قبول شد، باید در یک سیوم کشور برن، مثلا تاجکستان، پاکستان، قطر، در جا که بتانن ویسا بگیرن. باز در او سفارت از سفارت امریکا وارا میخواین برای مصاحبه، بخیر ویسا برشان که دادن، در امریکا که رسیدن میتونن اجازه کارم بگیرن. یک مسئله که وجود داره داخل افغانستان، افغان ها با امریکا کسی ندارن، اما وجود شرایط هستن یا وضعیت است که اونا هم میخواین که به این رقم ویزا درخواستی بتن، اینا میتونن که ویزا از داخل افغانستان درخواستی بتن یا به یک کشور سیوم برن به این نوع اقامت تقاضا کنن؟ و خوب سوال هم است جیلا جان، این پروگرام هیومانیتریان پرول هستن، از داخل افغانستان میتونن بر خود کیس بندازن، اقدام کنن. یک دو پروگرام دیگه هست علایده به نام P1 یا P2، اون پروگرام ها هست برای کیس های رفیجی هست، اون پروگرام هست اول باید اکسیوم کشور برن، خود را رجستر کنن امرای UN High Commissioner for Refugees، خود را رجستر کردن امرو از او شرکت کار میکنن یا NGO و هرچی که بود وارو معرفی میکنن به وزارت خارجه امریکا، و در وزارت خارجه یک دفتر است به نام US RAP US Refugee Admissions Program، باز با امرو افغان ها کمک میکنن برشان رفیجی ویسا بدن. این پروگرام Humanitarian Parole است، یه علای دسته جدا است، و خوبی Humanitarian Parole است که حساب سرزود قبول میشن، سه هفته بعد، یک ماه بعد باز کیس میرسه در وزارت خارجه از سفارت. کیس های P1 P2 که هسته یک ذره زمان گیر هستن جیدا جان، شاید یک سال یک و نیم سال وقت بگیرن. در کنگرس امریکا تلاش بیسته که یک وجره به خاطر کمک و جا بجا شدن افغان ها در امریکا از کنگرس تقاضا کنن که بتارن که افغان ها را در اینجا جا بجا کنن، و در بین از این مثلا کسایی که درخواست میدن یک فیس داره که ممکن امکان داره که فیس بر افغان ها ماف کنن، مثلا نفر حدود چندصد دلار است، یا امکان داره که تقاضا کنه یا فیس از اینا از طرف حکومت ماف شد؟ بله امکان داره، او را به انگلیسی که میگم فی ویور است، یک فرم است، خانه پولی میکنن، خط روان میکنن، ثبوت روان میکنن که ما فعلا وظیفه نداریم یا چیستم، آید ما بسیار کم است، آید ما پایین است. ما که دیدیم دفتر امیگریشن قبول میکنن. مقصد قانون humanitarian parole است و بسیار مهم است. یک آدم، یک نفر از داخل امریکا یا سرسن امریکا، اگر پاسپورت دارن، پاسپورت امریکایی، اگر چی دارن، گرین کارت دارن، و باید یک affidavit of support امضا کنن. affidavit of support امضا کنن، ثبوت روان کنن که آید معاینه قصده، ما میتونیم کمک کنیم، ما این نفر کمک میکنیم. اگر ویسا گرفت، humanitarian parole ویسا گرفت، ما برش چی میکنیم؟ یک کمک میتونیم کنیم، آید ما خوب است، میتونیم کمک کنیم. با اقامت مشروط بشر دوستانه یا همینطوری پرول، افراد که به مثلا به امریکا آورده میشن اجازه کار و تحصیل اینا بهشون داده نمیشه، این امکان داره که افغان ها از این وضعیت مثلا موقف خود تغییر بدن که بتونن اجازه کار و تحصیل اینا داشته باشن؟ بله، humanitarian parole خوبیش هست جیلا جان، اجازه کار میتونن بگیرن، میتونن. یک فرم هست به نام I-765 جور خانه پوری میکنن در داخل امریکا که رسیدن، و یک دو ماه یا سی ماه بعد برشان ام اجازه کار میاید، ام social security میاید. اینی خوبی humanitarian parole هست، باز میتونن برخود وظیفه بگیرن، قانونی میتونن کار کنن.
اداره خدمات تابعیت مهاجرت USCIS در رسیدگی به این نوع تقاضاها درخواستی افغان ها ویزه ویزه پی 1 پی 2 اقامت مشروط بشردوستانه و غیره چطور رسیدگی میکنند به خصوص که بسیار حساسیت زمانی وجود داره یعنی وقت کم وجود داره و یعنی تا چی وقت مثلا افغان ها تا چی وقت دیگه میتونن که به ویزه و تقاضای ویزه کنن و USCIS رو مثلا اجرا کنن؟ بله USCIS به ما هنوز ما چیزی ندادن پروگرام در این تاریخ تمام میشه یا چند ماه ماندن. ما به کلاینت ها و افغان ها میگیم هر چقدر زودتر کیس خدا پیش ببرن به فایده ایشان هسته. چرا اول خدا نخواسته کدام تغییرات نبیاید در قانون، دوم خدا نخواسته پروگرام از بین نره تمام نشوه. ما که دیدیم شاید خب وزارت خارجه دقیق نگفتن یا در وبسایت خودم سه معلومات ندادن، ما فکر نمی کنم که پروگرام یک ماه یا دو ماه بعد چی کنن تمام کنن یا پروگرام از بین بره. این هیومن ترم پروگرام که از تخت چند سال است این قانون بود، وقتا چند سال پیش هم را افغان ها همکاری نمی کردن که سارت می شد، در این روزا که دیدن شرایط فعلی را که سارت قبول می کنن. مقصد اچ خزیوتر کیس خدا بندازن به فایده شانست، زیادتر هم کندر کیس شان قبول شد بخیر.